رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر باشه. سلام، بفرمایید. ممنون از برنامه های بسیار عالی. شما روی بلندگو که نیستید، چون صداتون کمی میپیچه عزیز. من روی بلندگو نیستم. نه، تلفن عادیتون از کجا تلفن میکنی؟ مستقیم از اروپا تماس میگیرم. الان صدام بهتره؟ شاید به اون دلیل. اوکی، بفرمایید، من در خدمتتون. آقای دکتر، من چند روز پیش داشتم یه وایسی رو از شما گوش میدادم که راجع به خساست بود و بعد شما واضحا راجع به آسیب دوران 1 تا 3 سالگی صحبت کرده بودین و من احساس کردم این مسئله منه و تصمیم گرفتم باهاتون صحبت کنم، شاید باعث شه که یه مثلا آگاهی بیشتری بتونیم به من بدین در این زمینه. حالا نمیدونم به چه شکل میخواین این بحث رو شروع کنیم. بگذارید من توضیح بدم عزیز. ببینید بچه ها مراحلی که میگذرونن کاملا مشخصه، مثل کلاس اول، دوم و سوم یا دبستان و دبیرستانه. ما تا 14 ماه اول در یه مرحله هستیم. حالا برخی از اوقات در برخی از نقاط با توجه به شرایط بچه ها تا 18 ماهگی میرسن، یعنی با یه ویژگی های خاصی روبرو هستن. ولی 14 تا 36 ماهگی یه مرحله فوق العاده مهمی است، چون اولا هم بچه ها راه افتادن و هم میفهمند، حالا ممکن هنوز حرف نزنن و هم میفهمند، یعنی تفاوت ها رو در مفاهیم و حتی سمبول ها در حدی که ممکنه متوجه میشن. و در اینجاست که اگر دو چیز وجود داشته باشه، یکیش و یکی نداشته باشه، یعنی یک آزادی کامل باشه، یعنی بچه هر کار دلشون بخواد بکنن و ضمناً خطری متوجه خودشون و دیگران نباشه، یعنی خونه برای اونا به نوعی آماده شده باشه، دوم مشکل عمل دفع و مدفوع نداشته باشن، بین 14 تا 36 ماهگی بچه ها از خطرات بسیاری میگذرن. و الا 14 تا 36 ماهگی مرحله است که زمینه های عمیق و سنگینه استراب رو، افسردگی رو، وسواس رو، حتی خشم انفجاری رو، خسیس بودن رو، لجباز بودن رو، برخی از اوقات بسیار تمیز بودن و مرتب بودن و وسواس شستشو داشتن، برخی از اوقات نه به یک اعتبار کثیف بودن رو، مرتب و منظم بودن یا کاملا یه ذهن آشفته داشتن که هیچی دوربرشون معنایی و جای خودش رو نداره، شرم و خجالت سنگین از اونچه که هستن و دارن و ناچار به خاطر اون زمینه برای از بین بردن حس و احساس و فراهم شدن اساسی ترین زمینه برای اعتیاد، چه اعتیاد منفی مثل سیگار و مشروب و مواد مخدر و اینها و چه اعتیاد مثبت مثل درس بسیار خوندن، کار بسیار کردن، به مذهب وابستگی شدید داشتن، به ظاهر و بدن بیش از حد و اندازه اهمیت دادن، یعنی گرفتار نوعی اعتیاد میشن که میخوان جهان رو به نوعی حس و احساس کنن و دگرگون کنن. همه اینا بیش از همه متوجه این است که بچه آزادی نداره، یعنی پدر و مادر بالای سرش نشستن به مجرد که پری در میاره که میخواد پرواز کنه، میکنن از وحشت اینکه پرواز کنه، نمیدونم گم بشه یا طعمه پرندگان دیگه بشه یا شکارچی او رو از پا در بیاره، و این وحشت پدر و مادر است که برای بچه های زندانی رو درست میکنن. و دوم اگر مشکل عمل دفع داشته باشند، از اونجایی که عمل دفع براشون مسئله است، خودشون رو نگه میدارن و به نظر میرسه که مثل که این نگهداری خود نگهداری مغز رو هم به دنبال داره و بعدن نگهداری هرچی در اختیارشون هست رو داره. بنابراین این افراد در جهت اینکه چیز رو مصرف کنند یا چیز رو دور بریزند یا حتی اگر غذای رو نباید بخورن با وجود که رژیم سختی دارن تا تایشو بخورن چون بکنن دور ریختنش درست نیست و به نوعی در آوردن مثلا پول به عنوان یه قدرت براشون اصلا از وسیله به هدف تبدیل میشه، نگهداریش براشون بسیار مهمه که بیشترین سود رو ببرن، در خرج کردن اصلا از پا در میان. در حقیقت وقتی شما ازشون چیزی میگیرید مثل که قسمتی از وجودشون رو میگیرید، مثل چیزی که در بچه ها هست که برخی از اوقات لباسشون نمیخوان در بیارن، درست مثل که اگر فرض کنید آستینشون رو از تو پیرانشون در بیارید، از تو دستشون در بیارید،
فکر کنم که دستشون رو دارید میکنید. یعنی اون ذهنیتی که موضوع اصلی و اساسی هرچی متعلق به منه نباید از من دور بشه، هرچی بیرونه من اگه بتونم باید اون رو جمع کنم، و مسئله جمع کردن و ذخیره کردن و نگهداری و اون رو برای آینده‌ای که ای بسا تا پایان عمرشون گرچه میدونن کوتاه همچنان باز میخوان پسنداز کنن، سرمایه گذاری کنن، حفظ کنن، اون رو برن بارا رو خواهند داشت و در نتیجه در خرج اصلا به عنوان کسی که چیزی از وجودش گرفته میشه هست. یعنی مثل اینکه مثلا انگشتش رو دارن میکنن در حالی که پول دستش رو دارن میگیرن، و بعدم با دادن این پول برخی از وقت احساس یه نوع خشم و طلبکاری و محق بودن خودش در همه زمینه ها میبینه که اتفاقا در طول تاریخ ماجرای خرید کنیز و غلام و یا دادن مهریه به همسر هم زمینه برای یه چنین مالکیتی رو فراهم کرده. معمولا این آسیب و همه این شاید 14 15 تا بیماری سخت و سنگین که همه مال 14 تا 36 ماهگی نتیجه این است که پدر و مادر متوجه نبودند که کودک در این دوران باید بتونه هر کاری دلش میخواد بکنه، ولی این کارا خطری برای خودش و دیگران نداشته باشه و هیچ قاعده و قانونی نباید در اونش اعمال کرد. و اگر مشکل مدفوع داره، دفع داره، چه به خاطر جنبه پزشکی که برخی دارن جهاز هاضمه‌شون مسئله است، یا به دلیل روانی که بچه فکر میکنه به خاطر واکنش بد و منفی پدر و مادر خودش نگه میداره، چون هم قطعی مدفوع رو نگه داشت، مدفوع میره و برخی از وقت 24 ساعت بعد میاد، حالا یه مقداری مایش گرفته شده، نتیجتا خشکی و بوست پیدا میکنه، یه دفعه دیگه بره بالا، دیگه برای روز سوم بدون درد و برخی از وقت بدون حتی کمی پارگی برخی از مویرک ها اصلا ممکن نخواهد بود، اونم برای چیزی که بچه ازش نه خبر داره نه اصلا نو کنترل داره یا تا روی دست و پاش داره. همه اینا دست به دست هم میده و یک کسی رو با مشکلی در حقیقت در زندگیش رو بکنی بشکن. اینال فیکسیشن یعنی تثبیت مقعدی است، یعنی به خاطر عمل دفع و مقعده که در یه چنین آسیبی رو میبینه، و این دوره بدترین دوره زندگی است. همینجاست که متاسفانه آدم حتی به این نتیجه میرسه که من مثل همون مدفوع کثیفم، میپذیره کثیف بودن رو، میپذیره گناهکار بودن رو، بد بودن رو، نجس بودن رو، همه این چیزهایی که متاسفانه بعداً به اصلی ادیان تشدید میشه ناشی از این هست که این دوران که بچه برای اولین بار میفهمه چه خبره، 14 ماهگی رو پشت سر گذاشته، متوجه بود و نبودها و کمبودها میشه، زمینه رو برای ساختن شخصیتش فراهم میکنه. و بنابراین شما برخی از اوقات با آدمای روبرو میشید بسیار مرتبن، منظمن، دقیقن، به جزئیات توجه میکنن، پرکارن، مفیدن، مولدن، به یه اصولی پایبندن، محتاطن، محافظه‌کارن، وسواسین، استراب دائمی دارند، استرس دارند، به خاطر اونا افسردگی عمیقی در وجودشون هست، خشم انفجاری دارند که در مواردی منفجر میشن، کنترل خودشون رو ندارن، همه به همه نتیجه آسیبی است که در این دوران 14 تا 36 ماهگی و در حقیقت بزرگترین دوران زندگی انسان اونه. یعنی هیچ مرحله از زندگی کودک بالاتر از مرحله 14 تا 36 ماهگیش نیست، و به همجاست که رعایت یه اصول، یعنی اولا آزاد گذاشتن بچه که هر کار میخواد بخوره، میخواد بخوره، میخواد با دست بخوره، میخواد با قاشق بخوره، میخواد بریزه، میخواد نریزه. حتی میدونید من عرضم همیشه این بوده که اصلا قرار نیست یک لیوان شیشه ای دور بره یه همچین بچه ای باشه، اصلا بشقاب قرار نیست چینی باشه، همه چیز کاغذی، پلاستیکی، هرچی که وقتی افتاد افتاد، ریخت ریخت، و دور بره بچه ها هم قرار نیست که ما قالیایی داشته باشیم که برام مهم چیزی روش بریزه یا نریزه. خونه نمیتونه تزیین بشه با چیزایی که بچه برای حرکتش مانشه، میزی باشه، شیشه ای باشه که بچه‌ای بهش بخوره زخم بشه، با ما نگران باشیم از برخوردش. یعنی همونطور که عرض کردم یه جایی باشه که بچه تقریبا هر کار دلش خواد بکنه بدون که خطری برای خودش و دیگران داشته باشه. این اون چیزیه که بعداً پر پرواز میده و فرد در زندگیش معمولا جواب نه رو قبول نمیکنه، کاری رو که شروع میکنه با آخر میرسونه، پشت کار رو داره و انجامش میده. در غیر این صورت تبدیل میشه به یک کسی که نوع خفیفش میشه شخصیت وسواسی مجبور،
obsessive compulsive personality disorder و نوع شدید میشه OCD obsessive compulsive disorder، یعنی کسی که موضوع گیر میده، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، کاملا در تصمیم گیری مردده، برای که اصلا نمیتونه تصمیم گیره، برای که میترسه اشتباه کنه، میترسه پشیمون بشه، میتونه غلط از آب در بیاد. و شما با یه آدمی زندگی میکنید که من اصطلاحا میگم با ترمز روانی زندگی میکنید، یعنی در حالی که پشت فرمون نشسته پاش روی گازه، پای دیگه شما رو ترمز، و بنابراین با وجودی که این گاز قراره به اون سرعت مثلا فرض کنید 60 مایل رو بده یا 60 کیلومتر رو بده، 20 مایل هم نمیده، حتی برق از باد ایستاده. و این آدم ها ممکنه برای به عنوان کارمند برای کارفرما خیلی خوب باشن، مرتبا منظما دقیقا به جزئیات توجه میکنن، چون از اشتباه و شکست میترسن، همه چیز رو چک میکنن و خاطرتون آسوده است که کارشو به خوبی انجام میده، ولی برای خودشون جهنمی است، چون با استراب استرس دائمی اطرافیان هم همینطور. و به همین جهت است که فشاری که رو بقیه میگذارن کار رو بسیار سخت و سنگین میکنه. معلومه برای برخی از رشته ها یه چنین ویژگی روانی بهترینه، علتش این است که رشته هایی که جزئیات رو میخوان، توجه به یه مسائل خیلی کم اهمیت، بیان دقت رو میخوان، اندازه ها دقیق باید باشه، اینه که کار کردن این آدم ها در آزمایشگاه ها یا به عنوان حتی متخصصین به ویژه در حرفه مثلا دندان پزشکی بسیار بالاست، به همجاست که این افراد اونجا هم بسیار میتونن پیش برن. علت همین است که ویژگی روانی و شخصیتیشون برای یه کار ظریف دقیق حساس بسیار مهم کاملا آمادگی دارن و بنابراین میدونید که در اون زمینه و منطقه به راحتی میتونن موفقیت هایی و یا پیشرفتی داشته باشن. ولی در موارد عمومی و کلی وقتی به مسائل عادی زندگی میرسه، از ارتباطاتشون گرفته این مقدار روابط برحال ساده سطحی که قاعده‌ای باید و نباید درست و غلطی نداره، اونجا هست که بسیار فاصله میگیرن و خوشحال از اونها نیستن. و خب یه چنین شخصیتی همطور که عرض کردم خودش رنج میبره و رنج میده و لذت نمیبره و لذت نمیده، بنابراین گرچه خودش برخی از اوقات توجیه میکنه که درست کارها اینه و شما اون رو تو استادان دانشگاه، تو متخصصین و افرادی که تحقیق میکنن فراوان میبینید، اما واقعیتش این است که برای عزیزان و اطرافیانش، همسرش یا بچه هاش میتونه یک کسی باشه که زندگی رو برای اونا بسیار سخت و تلخ بکنه. به هر حال این کلیاتیست که میتونم خدمتتون عرض کنم. من توی این مدت خیلی به این صحبتی که شما انجام دادین فکر کردم، میخواستم بحثم رو اینطوری با شما جواب بدم. ببینید، من دلیلی که تماس گرفتم اینه که اصلا از مدل قبلی زندگیم خستم، یعنی این بحث من توی طیف OCD قرار میگیرم همونطور که شما گفتین و خیلی از این ویژگی‌هایی که گفتین به خاطر آسیب 14-36 ماهگی هستش شامل حال من میشه. شاید یکی از بزرگترین مسائلی که امروز توی زندگی زناشویی دارم بحث صمیمیته، یعنی شاید اون خصاصت رو من بیشتر اینجا دارم، توی احساس صمیمیت برقرار کردن، ابراز احساسات و عواطفم و پاسخ دادن به ابراز احساسات همسرم. زندگی ما خالی از احساس نیست، یعنی روابط عاطفی سطح خوبی داره، ولی در یک مسائلی، در مسائل کلیدی، مثلا زمانی که همسرم ناراحت باشه یا یه چیزی اونو مشوش کرده باشه، من اون همدلی رو نمیتونم باهاش داشته باشم اونطوری که لازمه به عنوان یک همسر. و این احساس صمیمیت توی روابط جنسی هم بسیار خودش رو نشون میده، یعنی ما روابط جنسی خوبی نداریم با هم، خیلی فاصله داره با خوب، و یکی از دلایلش به نظر من دقیقا همینه که شما هم میفهمین که لذت نمیبرم و لذت نمیدم، و این فیدبکی هستش که حتی همسرم هم به من لذت نبردن. بله، ببینید، بذارید من یه چند تا توضیح که در حاشیه همون مطالبی خدمتتون عرض کنم. اولا بین 14-36 ماهگی عزیز ما به یه نتیجه میرسیم که من خوبم یا بدم یا میزان بدی یا خوبی من چند روز است، یعنی ما یه تصمیم درباره خودمون میگیریم. همجاست هم که میدونیم بچه ها وقتی میرسن به 3 سالگی، همون 36 ماهگی،
به خاطر نادانی و ناتوانی و نیازمندی و اینکه اشتباه کارند و یاد نمیگیرند و فکرهای بد نمی کنند، در یه جامعه مانند امریکا یه چیز نزدیک 95 تا 97 درصد بچه ها به این نتیجه میرسن که من بده. بنابراین میخوام بدونید که توی اون عنصر اصلی و اساسی اونجا مسئله من بدمه. دومی که خواستنی و دوست داشتنی نیستم، پس از یه طرف بدم، از طرف دیگه خواستنی و دوست داشتنی نیستم. حالا وقتی من بدم، تنها من بد نیستم، دیگرانم بدن، نتیجه رابطه‌ام بده. سیستمم برای اینکه درد نکشه، برای اینکه زندگی رو یه اتاق عمل و جراحی میدونه، میاد کوشش کنه خودشو بی‌حس و بی‌احساس کنه، همون کاری که من و شما تو اتاق جراحی میکنیم یا برامون میکنن که درد نکشیم. خب حالا اینجا من چی میشم؟ من تبدیل میشم به یه آدمی که این خسیس بودنم در همه زمینه هاست. یعنی آدمی که اونجا آسیب دیده، شما اگر ازش اطلاعات هم بپرسید، یعنی بگید فلان کنفرانس کجاست، با وجودی که میدونه نمیگه. و اگر همسرتون به شما که خب چرا نگفتی، این بیچاره که دنبال کنفرانس، که میدونید خب ما دیدی که خودمون اینقدر وقت صرف کردیم تا فهمیدیم کجاست، خب بره وقت صرف کنه، خودش بره پیدا کنه. یعنی حتی در دادن اطلاعات هم شما خسیس. در جهت ابراز عقیده که اصلا فکر کنید ابراز عقیده، در حقیقت شما دارید خودتون رو به نوعی ارائه میکنید، دارید یه خبری میدید، این یه ارزشی داره، این حتما یه فایده داره برای طرف مقابل. برای چی؟ من برای چی باید این کار رو بکنم؟ برای که احساستون رو ابراز نمی کنید. بگذاریم از این که اصولا حس و احساس نمی کنید، یعنی مثل این مونی که فرض کنید من و شما نشستیم روی مثلا پشت من و شما یا روی بازوی من و شما یه پشه بیاد بشینه، ما سنگینیش رو حس نمی کنیم که فکر کنیم یه چیزی اینجا نشسته. بنابراین اصولا اون سیستم اون اندازه حساس نیست، اون اندازه آگاه نیست، جهان رو حس و احساس نمی کنه، جهان رو ابراز نمی کنه، برای که ابراز احساسش فقط ضعف‌ها و زبونی‌هاش و نیازهاش و احتیاجاتش رو نشون میده و اون باعث شرمندگی است. حتی شما میدونید من تو کار تراپی البته خونده بودم ولی شاید فراموش کردم، من میدم یه عده از افراد زن و شوهر رو دارن جدا میشن، ولی من هرچی توی زندگیشون کنکاش میکردم چیزی نمیدیدم. این همه خشم و تنفر در این مثلا خانم، چون معمولا تو خانما بود، از کجا میاد که حاره حاضر همه چیز رو به هم بزنه و طلاق بگیره؟ بعد متوجه میشدم دو چیز رو، یکی این که او مانند همه ما از ضعف و زبونی و نادانی و ناتوانی خجالت میکشه، خجالت سنگین. من خاطرم از مادرم سالهای آخر عمرش مثلا مشکل داشت از پله بره بالا، امکان نداشت که من دو تا پله دستشو بگیرم بالا بره، نگه ای کاش من همون ایران مونده بودم، مرده بودیم، مزاحم شما نمیشدیم، باعث زحمت نمیشدیم. یعنی ول نمیداد، یعنی معلوم بود از این ضعف احساس خجالت میکنه. حالا اینا تو چه خانواده اتفاق میافتاد که به اینجا رسته بود که زن از مرد متنفر بود؟ اشکال کار این بود که تمام پول یا وضعیت مالی در اختیار همسر بود، مثلا زن فرض کنید خانه دار بود، تو خونه بود، درآمدی نداشت، باید برای خرج خونه و خرج خودش و بچه‌ها و هر چیزی از همسرش بخواد، و همسرش هم با وجودی که هر وقت خوب پول خواسته بود از 100 دفعه 99 دفعهشو داده بود، حتی بیشتر هم داده بود، زن هر دفعه که میخواست به همسرش بگه که من پول میخوام، حتی برای خرید، برای چیزی که خود همسرش خواسته، شوهرش خواسته، خجالت میکشید. و بنابراین این خجالت زمینه رو درست میکنه برای نوعی تنفر که بعدن میتونه منجر به خشمی بشه که میخواد بکوبه بره. دقیقاً مثل مسئله ایران. یعنی الان دو تا دلیلی که ایران به اینجا رسیده، این که مردم به خاطر برخورد حکومت، تحقیری که شدن، نادیده‌ای که گرفته شدن، محکوم به گناهکار بودن، نمیدونم به ناپاک بودن شدن، از طرف دیگه با مسئله مشکلات مالی، از جانب دیگه به خاطر نداری به هر حال خجالت کشتن پلوی به قول معروف زن و همسر، و در شرایط عادی زندگی احساس کوچکی و حقیری کردن، به تدریج این احساس خجالت تبدیل به تنفری میشه که بعدن با یه خشم ویرانگری خودشو نشون میده. یعنی یه دلیل در ایران مسئله اون یأسی بود که نتیجه احتیاجی بود که برآورده نمیشد، و به همجاست که مایه ها و ریشه های مادی داشت و حتی بعدن روانی که همه چیز تأخیر شده است، اونم تو خانه های شلوغ.
و ضمناً طرف دیگه ترس. اینا زمینه‌هایی رو فراهم میکنه برای یه نوع خشمی و عصبانیتی که وجود داره. نتیجتاً حتی اگر یه زمانی هم حال خوبی باشه و آدم ها احساس خوبی بکنن، اون خشم، اون تنفر اون دوربر میچرخه. هفته قبل چیکار کرد؟ مادرش پارسال چیکار کرد؟ تو اون مهمونی برادرش به من چی گفت؟ یعنی همه اینا باز دو مرتبه من یه پیام رو میده که اینقدر خوب نباش، خود رها نکن، تو بدهکارشون نیستی، تازه نزدیکی فایده ای نداره، من بدم اون بده، نتیجه رابطه ما هم بده، و بنابراین یه فاصله ای رو میگیره حتی وقتی که خودش حس میکنه خطری نیست و ضرری نیست. موضوع بسیار بسیار جدی است عزیز. من بارها شده عرض کردم تو کار تراپی خانم شکایتش این بود که همسر من محبتش رو ابراز نمی‌کنه، و من معمولا یه جوری خانم شوهر به من نگاه میکرد، میگفتم واقعا شما همسرتو دوست دارید؟ حرف معمولا نمیزد، مثلا سرش رو تکون میداد. من میگفتم شما خانمتون رو دوست دارید، علاقه مندید، بهش عاشقشید؟ اگر مجبور میشد قبول میکرد. حتی برخی از وقت میگفت پس چی فکر کنیم، مثل 30 ساله من معمولا نمی شهید بودم که مثل خر داریم کار میکنیم، یعنی میدونید حالا این هم شد ملاکی برای این که وای ببین من چقدر عاشقشم. بعد صحبت من بود خیلی خب بهش بگو، باور کنید برخی از وقت میگم خب الان همین الان به من به همسری بگو من تو رو دوست دارم، عاشقتم. میگم آی دکتر چی بگم؟ خب معلومه دیگه. میگم نه بگو. باور میکنید بعضیاشون من زیر فشار میذاشتمشون و تا آخر برنامه تو 10 دفعه میگفتم نمیگفتن، و بعضیاشون تا میگفتن مثلا میشه به زبان انگلیسی گرفت آی لوف یو، برای که مثلا این خیلی سطحی تر و بی‌معنی تر بود. یعنی این مسئله است بس که از من و شما بخوان به یه زبونی که میدونیم اشتباه تلفظ میکنیم مثلا یه جمله ای بگیم، میدونیم خب باعث شرمندگی است، به اون زبون ما مسلط نیستیم و این ناشناست و این کار رو مشکل میکنه. قصد من نیست که شما در این درجه هستید، یعنی میخوام بگم یه فردی است که سیستم حسی احساسی خاموش شده به طوری که خودش هم تشخیص نمیده. شما غالب اوقات وقتی یه مردی میگه ناراحتم، نمیدونید غمگینه یا خشمگینه یا ناامیده یا مضطربه، چیه؟ فقط میدونه ناراحته، در حالی که خانما این تفکیک رو دارند، دقیقا میدونن از کجا آمده و این تفاوتی است که به دلیل حساس بودنشونه. بعدم میدونید ما مثلا اگر یه سنی از شما گذشته باشید، در سن و سال من باشید، ما به عنوان پسر قرار نبود که گریه کنیم، ما قرار نبود به روح خودمون بگیریم که دردمون اومده، و اصلا گریه که مال پسرانیست، مال دختراست. یعنی حس کردن و احساس کردن و این حس و احساس رو رها کردن و تبدیل به گریه کردن کار ما نیست. در حالی که یک کسی که ما رئیس وزیر امور خارجه بود، اون جنرالی که بود الان اسمش از خاطرم رفته، حرف قشنگی زد، گفت مردی که گریه نمیکنه بسیار آدم خطرناکیه، و حرف درستیه، برای که نشون میده این سیستم اصلا حس و احساس نداره، اصلا توان اینو نداره که خودش رو حس و احساس کنه و بعدا خودش رو بتونه رها کنه، برای که گریه کردن یه رها کردن، یه اعتماد و اطمینان به خود و احساس و حتی محیط اطراف و دور و برشه که میدونه به خاطر اون آسیبی نمیبینه. حالا درست در بسیاری از جوامع از جمله فرهنگی ما اگر بچه گریه نکنه دیگه مثلا واسه گریه نداره، ولی چی گریه برای تو رو کسی زده که گریه میکنی؟ یعنی گویی انسان از نظر روانی نمیتونه اینقدر آسیب ببینه که به اندازه یک کتک خوردن احساس بدی بکنه و به خاطرش گریه کنه، و اینا اون زمینه ایست که متاسفانه فراهم شده. چرا این همه من واقعا کارم نه تنها به خواهش و تمنا حتی به التماس رسیده، یک کتاب پرورش و تعلیم تربیت، یه مجموعه ای که نشون میده از تولد تا 20 سالگی با بچه‌ها با چه کار رو با شنید، برای که اگر مواظب نباشیم از در حالی که اگر فقط متوجه کنیم که کودک آزادی میخواد و رهاش کنیم، و دوم مواظب باشیم این مشکل عمل دفع داره، از نظر پزشکی رفعش کنیم، از نظر روانی شرایطی به وجود بیاریم که بچه راحت باشه. به همین جاست که عرض من این است که بچه‌ها از همین قضیه راه میافتن، مثلا حدود یه سالگی بذارید بیان تو دستشویی شما، مهم نیست پدر و مادرید، جنستون هم مهم نیست، شما تو دستشویی هستید، کارتون رو به اصطلاح میکنید، خودتون تمیز میکنید، میشه بچه بکنه عادیه، فکر کنه عادیه، نه اینکه در ببندیم گویی کار محرمانه مخفی که خیلی بده داره صورت میگیره، و بعد بچه هم به مجردی که مدفوعش میاد، حالا ما به خاطر اینکه وسط نمیدونم صحبتمونه یا وسط شام یا نهاره یا تو مهمونیه یا دایپرش اونقدر محکم نبوده ای بسا از کنار اون چیزی آمده یا بوی آمده، یه قشقرقی به پا میکنیم که گویی اتفاق بدی افتاده،
معلومه که بچه راهش اینه که خودشو نگه داره و خوشبختانه بدن به گونه ایست که اگر بچه خودشو نگه داره مطفوع میره و بر نمیگرده به این زودی، پس عملا موفق شده و یه همچین توانایی برای بچه بسیار مهمه. ولی به چه هزینه تموم میشه؟ اون چیزی که گفته میشه به درستی، مثل که مغز خودشو ترمز میکنه، چون تمام هنر زندگی اینه که hold on and let go. ما تا کی یه چیزی رو باید نگه داریم؟ یه غمی رو، یه دردی رو، یه خواسته ای رو، یه آرزویی رو، و کی باید بگذاریم بره؟ چون موضوع زندگی همیشه نگه داشتن، حفظ، تعقیب کردن، به دست آوردن و یه جایی قبول کردن، تسلیم شدن، رها کردن، پشت سر گذاشتن. این موضوع یه جنبه ای رو داره که باید آدم به درستی و به اندازه یاد بگیره. ولی وقتی در 4 تا 36 ماهگی یا بعد از اون که این وضعیت تو 4 یا 5 سال یه دام پیدا کنه، مشکل مسئله عمل دفع و کمی هم ادرار وجود داره، اینا سبب میشه که همه ما به هم بریزیم. چرا ما در طول تاریخ قبول کردیم که نجسیم؟ چرا قبول کردیم گناهکاریم؟ آخه یه مردی که تو بهش غلطی کرده، به من چه مربوطه که من گناهکار باشم؟ چرا مردم این رو پذیرفتن؟ چرا هنوز آدمای تحصیل کرده با درجه دکترا باورشون این است که ما گناهکار به این دنیا اومدیم چون آدم یا حوا اونجا نافرمانی کرد؟ مثلا میفهمم این چه عدالتی است، این چه ارتباط؟ اصلا بگذاریم از کل داستان کودکانه خنده‌دار بی پایه و بی مایه مسخرش که اصلا بارگاه الهی رو به سخره میگیره، ولی اون حالا به کنار. ولی من فکر کنم که من گناهکارم در این دنیا که باید حالا یه جوری این گناه رو بشویم، اونم بر اساس یه باور. یعنی ببینید همه اینا دور همین محور است، برای که آسیب 14 تا 36 ماهگی به جرئت میتونم بگم بیش از 50% مسائل و مشکلات روانی مال اینجاست. قسمت بعدیش هم مال 4 تا 7 سالگیه یا 5 تا 7 سالگیه که مسئله تمایلات جنسی پسر به مادر و دختر به پدر مطرح میشه، یعنی عقده ادیپ و الکترا که وقتی پدر مادر ندونن اونجا چی کار میکنن و اشتباه بکنن دومی ضربه رو زدن. یعنی شما اگر بتونید 14 تا 36 ماهگی و 4 یا 5 تا 7 سالگی رو درست کنید، 80% بیماری های روانی از بین رفته و اختلال شخصیت ها 80%. و به همجاز که من همیشه عرض کردم هرگز 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 اوضاع دنیا درست نمیشه، مگر اینکه دو چیز درست بشه. یکی 8 سال اول کودکی پدر مادر با آگاهی و مهربونی، دانایی و مهربونیشون به بچه آسیب نزنن، دست و پای بچهشون رو قطع نکنن، دست و پای روانیشون رو عرض کنن، چشمای بچه ها رو در نیارن که اینا تمام عمر گیر بیندازن. و دوم آنچه که خرده، یعنی واقعیت علم عقل و اخلاق و مسئولیت، بتونه اساس روابط اجتماعی و انسانی باشه. اگر این دو چیز درست شد، بشریت روی صلح و آرامش و دوستی و رشد رو میبینه. در غیر این صورت از این جنگ به یه جنگ دیگه، از این مشکل به یه مشکل دیگه، از این بلا به یه بلای دیگه گرفتار میشه، چاره‌ای هم نداره. و به همین جهت است که این دو تا موضوع موضوعی بسیار مهم و اساسی هستند. و امیدوارم در یه جامعه سالم که به راحتی میشه تو 100 ساعت تمام بحث پرورش و تعلیم تربیت کودک از تولد تا 20 سالگی با شنیدن 100 ساعت مطلب، یعنی 5 ساعت برای هر سال کفایت کنه، نه اینکه باید گذاشتش 5 ساعت 5 ساعت، میخوام بگم 100 ساعت و کاملا میشه این رو به یه طریقی در یک کشوری جا انداخت بدون که همه بدونن، همونطوری که همه رانندگی بلدن، دوچرخه سواری مثلا بلدن، میتونن با تلفن حرف بزنن. خب ما میتونیم یاد بگیریم بچه ها چونی میشه بزرگ کرد، برای که باید و نباید هاش اینقدر محدود و کمه که اصلا باور نکردنی است. ولی خب وقتی اونا رو نمیدونیم، معلومه بچه ها رو از پادر میاریم. وقتی فرض کنیم پدر و مادری بین پرس کنیم، من دیدم پدر و مادرهایی که بچه ها بین همون 14 تا 36 ماهگی کنارشون نشستن یه چیز بشه، من ضرور لبت پشت پاک میکنن که مبادا مثلا لبش کثیف بشه، وای اگر یه قطرهش از چیزی که میخوره ریخ رو پیرنش، انگار مثلا اتفاق بزرگی افتاده، چیزی نشده، اصلا چه اهمیه، اصلا نباید دیدش. الان که وقت آموزش و پرورش، فرض کنین آموزش درست غذا خوردن نیست، اصلا قرار نیست که اصلا لغت نهی شنیده بشه و گفته بشه. خب همینقدر که اینو بدونیم، یا بعد وقتی مسئله مدفوعه بدونیم قصه مدفوع میتونه 15 تا بیماری رو برای بچه برای تمام عمرش درست کنه و بعدم خیلی بهش نشه کاری کرد، برای که اینا مال دورانی است که عمیق و سنگین تو وجود ما نشسته. درست مثل اینکه من از شما خواهش کنم لطفا فارسی بلد نباشید، شما هیچ راهی ندارید که فارسی رو فراموش کنید،
شما میتونید فارسی حرف نزنید ولی نمیتونید که فراموش بشه. چرا؟ بلکه اونجا نشسته همیشه حاضره. راه داریم که تغییرش بدیم، راه سنگینیه، معمولا هم به گذشته نمیشه رفت، یعنی با کار تراپی نمیشه انجامش داد، از طریق رفتار درمانی الان رو باید یه کاری براش کرد و درستش کرد که بتونیم به نتیجه برسیم. بنابراین آنچه که شما میفرمایید، ای خدمتتون عرض کنم، از 15,000 نفر زن و شوهری که آمدن برای کار مسائل خانوادگیشون پیش من اون زمانی که من کار میکردم، حداقل 15,000 نفر بودن، حتما 5,000 تاش موضوع از سر شما رو داشتن. یعنی اینقدر در جامعه است، مثلا در جامعه مانند لس آنجلس با این آدمای تحصیل کرده با درجات بالا که به یک باره شما با کسی روبرو میشید که عقلش و استدلالش در اوجه ولی سیستم حسی و احساسی اصلا کار نمیکنه. اصلا تفاوتی فرض کنید بین عسل و مثلا نمیدونم یه خیار نمیبینه، همش فکر کنه خب خوبه دیگه، حالا اون که اون شیرینه یا اون یه طعم دیگه ای داره براش معنا نداره، برای که این تشخیصه نیست، این تفکیکه نیست و با دکتر شدن و مهندس شدن و متخصص شدن این مسائل حل نمیشه، برای که اینا به یه حوزه و حریم دیگری ارتباط داره. درست مثل که هر اندازه که شما دکتر و مهندس بشید ویولونیست هم میشید، پیانیست هم میشید. اصلا شما برید بخونید، فیزیک رو بخونید در جهت موسیقی، آیا موسیقیدان میشید؟ آیا میتونید ویولن بزنید؟ اون خودش برای خودش یه هنر، یه مهارتی است که ویژگی‌های خودش رو داره و بنابراین این مسئله جدی ماست و این بنجاست که من تو اون 50 باید و نباید در زندگی زناشویی به 3-4 نکته از این قبیل اشاره کردم. یکی از اونها این است که باید ما کوشش کنیم حسمون رو و احساسمون رو متوجه بشیم و یاد بگیریم ابراز کنیم، ولی این اصلا بلد نیستیم. حتی برخی از اوقات این ابراز کردن و لوس بازی و مسخره بازی و مهم اینه که آدم علاقه با تو قلبش باشه و تو عمق قلب باشه، چرت و پرتای بیمعنی که برای کسی هیچی تو قلب نیست، به قلب چه ارتباطی داره؟ امروز اومدن قلب آدم ها رو عوض کردن، طرف هیچ فرقی نکرده، اگر همسرش و بچهش رو دوست داشته همچنان هم دوست داره، اگرم از عموش بدش میامده همچنان بدش اومده. قلب که محل جایی برای چیزی نیست، همه چیز تو مغزه و اینا به گونه ای که میشناسیم در اونجا در حقیقت کاشته شده و نگهداری شده. اینی که آنچه که میفرمایید رو کاملا متوجهم و این یه چیزیست که دوتایی باید همدیگر رو کمک بکنید. یعنی حرف این است که صبر کن، مثل این مونی که فرض کنید اثر رو بذارید تو دهنتون، خلا مزه مزه کنید، شیرینه، ببرم این ور دهانم، آره یه ذره طعمش یه طعمی داره، یه احساس یه بوی خاصی هم داره، آره یه بوی هم داره، یه طعم دیگری هم داره، در حالی که بسیاری از ما وقتی اثر رو میخوریم چون به دلیل اینکه خوردن خودش عیب و ایراد اصلا نمیفهمیم چی خوردیم. این همون چیزی که من برخی از وقت تو مهمونی ها میدم باور نمی کنم، وقتی فرض کنید حالا خوشبختانه کرونا از بین بره، من تو عروسی میدم همه چیز رو هم میریزن، خورشت بادنجون و خورشت فسنجون و بعد حواسم میکرد که فرض کنید ترشی هم بخوره بود و یه دونه دلمه و بعد کمی هم سالاد و لوبیا کنارش و آخر کار هم میترسی ژله ها تمام بشه هم ژله روش. خب آخه این شد غذا؟ برای کسی که اصلا این طعم ها و اینا تفکیکی نداره، خب مهم خوردنشه دیگه، خوردنشه. حالا فقط هرچی حالا گرسنه هم هستیم، حالا که کسی به کسی نیست، اینا هم که تعارف کردن پس چه بهتره که بخوریم، ولی هرگز فکر نمی کنیم که آقا میشه اینا رو با هم مخلوط کرد. اون کسی که اومده زحمت کشته این خورش رو یا این دلمه رو یا این سالاد و لوبیا رو درست کرده که نمیتونست اینا رو با هم کنار هم بذاره مخلوط هم کنه، اینقدر زحمت کشته که حتی درصد این 10% باشه اون 20% باشه، شما دفعه چجوری میتونید 10,000% اونو به هم بریزید؟ ولی من دیدم آدم ها این کار رو میکنن. علتش هم این است که اصلا موضوع اون حس و احساس و تفکیکه نیست، تو هیچی نیست، حتی تو ظاهر و زیبایی هم نیست. من برخی از وقتا درباره ظاهر و زیبایی هم سرن که متوجه نشدم چی میگن، یا فرض کنید در جهت تشخیص موسیقی که برخی از اوقات یه موسیقی میشنوید که این اصلا با ویژگی روانی انسان هم خوانی نداره، ولی آنچنان انحراف و ابتذاله که به اون جهت ممکنه جلب توجه کنه و ما کم کم به اون عادت میکنیم و بنابراین یه موسیقی مبتذل بیپایه بیمایه رو به دنبال شرکت میکنیم و یه چیزی که برای خودش یه حوزه
هنری داره، یه مایه هنری داره و یه جنبه ها و جلوه هایی از وجود من شما رو روش میده، ازش بیخبر هستیم. این رو شما به راحتی میتونید حتی توی واکنشی که مردم تو کنسرت ها نشون میدند ببینید که معلوم تشخیص رو نمیدن، یا در اوج زمانی که باید یه موسیقی بتونه اون ظرافت و لطافتش رو نشون بده و یا توانایی و مهارت رو، مثلا با زدن دست همه اونو خراب میکنن، در حالی که حالا وقت سکوته. و یا برخی از اوقات و متاسفانه به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام بشم، صداها آنچنان بالاست که این موسیقی فقط و فقط واقعا گوش خراشه، اصلا مایه هنری نداره، مثلا مسئله آرامش و هارمونی و هماهنگی نداره. ولی خب چون هدف فقط شروع پلوک کردن و یه جوری اوضاع رو به هم ریختنه، شما میدید با صدای وحشتناک، اونم با این میکروفون هایی که سر جاشا بلنگ و هایی که نیستن، شرایطی به وجود میارن که برخی از آدم از سالن میرن بیرون، برخی از آدم ها پرس کنید دنبال یک کلینکسی چیزی میگردن تو گوششون بگذارن که مثلا اونقدر سنگینه این بار موسیقی اذیتشون نکنه. و اینا همش نشون دهنده اینه که یه جامعه ایست که سیستم حسی و احساسیش درست کار نمیکنه. بس عقلی و علمی نیست، سیستم حسی و احساسی کار نمیکنه و در نتیجه به خاطر این مخروج شدنه مسئله است. خب یه همچین وضعیتی وقتی به روابط هم میرسه، همطور که اشاره فرمودید، سر جاش هست. متاسفانه نمیشه رفت اونجا رو درست کرد، کودکی رو درست کرد، ولی میشه از طریق رفتار درمانی به تدریج این حالت رو برای خود به وجود آورد. یعنی منی که غذا همجوری میبلعیدم و بالا میدادم، حالا آهسته بخورم، مزه مزه کنم، بو کنم، یه فرصتی بدم طعم ها رو تفکیک کنم، تشخیص بدم، بعد از یه مدتی متوجه میشم که این اصلا یه چیز دیگری است. این همون چیزی است که ما به خاطر آشنایی با غذای ایرانی ازش لذت میبریم که یه خارجی میتونه نبره. خب من می‌خواستم چند تا نکته رو که به ذهنم رسید در مورد خودم بگم، شاید مثلا اینطوری بتونم ازتون کمک بیشتر بگیرم. ازتون خواهش میکنم اینا رو بشنویم و بعد مثلا ببینیم به چه شکل میتونیم ادامه بدیم. ببینید، من شاید مسئله اصلی زندگیم همین بحث صمیمیت، ابراز احساسات و عواطف و پاسخگو بودن به اون ابراز احساسات هستش و در نهایت همین اینا به مسائل رابطه جنسی با همسرم هم نزدیک میشه. الان که با یه مشاوری صحبت میکنم، جدیدترین چیزی که بهش رسیدیم اینه که توی رابطه جنسی انگار من وارد یه حالت دفاعی میشم و طوری برخورد میکنم که انگار قراره توی اون رابطه من یه آسیبی ببینم و همین این باعث میشه که من خیلی تمایلی به نزدیک شدن نداشته باشم. یعنی شاید این یکی از اساسی ترین مسائلیه که تو زندگی من وجود داره و اصلا تمام زندگی زناشویی رو تحت شعاع قرار میده. نه، صبر کنید، بذار پیش نریم. یه ذره توضیح بدید، فکر میکنید که تو رابطه جنسی شما ممکنه آسیبی ببینید؟ اینطور برداشت میکنم. ببینید، اولا این دقیقا این مسئلهی که من لذت نمیبرم و لذت نمیدم اینجا خودش رو نشون میده که باعث میشه که ببینید مثلا همسر من به عنوان یک خانوم انتظارات خیلی استانداردی از من داره، هیچ کار عجیبی هیچ وقت از من نخواسته براش انجام بده ولی من اون کارا رو انجام میدم. یعنی اصلا اگر بخوام خیلی عامیانه صحبت کنم، یه جایی احساس کنم مثلا بهم زور میاد بخوام این کارا رو بکنم و دقیقاً دلیلش چند چیزه. نه، ببینید، نه اگر بخواید، البته میدونید یه چنین گفتگوی احتیاج به یه مقدار ساعت ها وقته و با توجه به شرایط رادیو محدودیت های من اینجا باید ببینید. از اولا این که شما آخه یه جمله گفتید، اون جملات مهمن برای من، چون من مبنای دیگری برای قضاوت ندارم. اگر حتی میدیدم بتون یه چیزایی میفهمیدم که اینجا متاسفانه ممکن نیست. این که شما میگید من فکر کنم مثلا من عرض کنم آسیب میبینم، اون میتونه فقط یه پروجکشن باشه. یعنی شما رو بهتون یه جوری گفتن که تو در رابطه با زن یا دختر به اونا آسیب میزنی و شما فرافکنی میکنی. یعنی اون آسیبی که فکر کنید به اونا میزنید رو به خاطر اینکه خودتون آدم خوبی میدونید، از صورت آگاه و ناآگاه چرخوندید رو خودتون. این شما رو یک. دوم، شما میتونید مثلا فرض کنید یه زمینه برای تنفر از مادر
یا زنان، چون مثلا میگم شما فرزند چند بید، زنان خانه داشته باشید، مثلا اگر با مادر بزرگ، عمه، خاله ای زندگی میکردید، یا اونا تو زندگیتون نقشی داشتن، یا اونا به نظر شما یا اونگونه که گزارش میشده موجب مشکلات خانوادگی باشن، یک خشم و تنفری نسبت به زن دارید و همیشه نگرانید که مبادا اون بالا بزنه. یعنی ببین، مثل اونی که من میدونم از دست شما عصبانی ام، از یه حدی بگذرید واکنش تندی نشون میدم، بنابراین نگرانم مبادا شما اونجا برید من اون واکنش رو نشون بدم. بنابراین از یه طرف میتونه یه زمینه برای تنفر باشه، از جانب دیگه ممکنه به شما گفته باشند که شما با داشتن رابطه با یک زن در حقیقت چیزی رو از اون میدزدید و به دست میارید و او چیزی رو از دست میده. بنابراین احساس میکنید که من با این کارم دارم در حق دیگری بدی میکنم و این همون چیزیست که حتی برای بسیاری از آدم ها موجب در حقیقت سرعت ارضا و انزال میشه، پریمچور اجاکولیشن پیدا میکنن، چون فکر کنن باید رابطهش رو تموم کنن، ارضا بشن، برن کنار، برای که بمونن معلوم میشه چه هدفی داره. این همون چیزی که برخی از وقت سبب میشه آقایون روی خط میان، مثلا آقای روی خط آمد و گفت که من اصلا خجالت میشم با یه دختر خانم حرف بزنم و ای برم جلو ببینم اونم حتی به من توجه میکنه، منم همه چیزم خوبه و میرم توجه رو میگیرم، برم جلو سرمو پایین بزنم، به چشمش نگاه نمیکنم. علتش این بود که در تجزیه و تحلیل که تو رو خط رادیو کردیم معلوم شد که ایشون فکر میکنه که هدفش همخوابگی با اینه و این چیزیه که اون دختر نمیخواد و این میخواد، در حقیقت از خواسته خودشه که داره خجالت میکشه. برای دلیل نداره که زن و مرد تحصیل کرده توی مهمونی با هم حرف بزنن. چرا باید چشمشو بدزده؟ چرا باید خجالت بکشه؟ چرا جرأت نکنه حرف بزنه؟ به خاطر اینکه فکر کنه من میخوام چه بلایی سر این بیارم. پس بهتر او نبینه و نفهمه. و یا از خودش شرمنده است که میخوام یه چنگ. یعنی ببینید اینا برداشتایی است که وجود داره. همراه با این یه چیزی میشه در خصوص مردان و اون خودارضایی‌های شدید دوران نوجوانی جوانیه که سیستم رو از مرحله حس و احساسی، مثلا اگر زمینه شده شو باشن که بخواد رابطه جنسی رو حس و احساس کنه، میبره به تخیل. یعنی حالا باید تخیل کنه تا تحریک بشه و ارضا بشه. من آقای پرو من میومد در آن واحد با دو تا خانم دوست بود، رابطه جنسی داشت، میگم من با این که هستم به اون فکر میکنم، با اون که هستم به این فکر میکنم، چون باید تخیلش رو آماده میکرد برای رابطه و ارضا، نه حس و احساسش رو. و به همجرد پوری همچه آدمی اگر بگیره بشینه فکر کنه عسل دارم میخورم، به مراتب شیرینش رو بیشتر حس میکنه تا خود عسل رو بخوره و این واقعیت در مغز میتونه اتفاق بیفته. یعنی یه نفع شما میده چند چیز اینجا در هم میامیزه و مسئله ایجاد میکنه. یا فرض کنید پسری که خیلی به مادر نزدیکه و میمونه در عشق مادر و بعدا احساس سنگین و شدید گناه میکنه، ای بسا با همسرش هم این احساس داره، مخصوصا وقتی همسرش صاحب فرزند میشه و مادر میشه. بسیار از آدم ها میگن که ما قبلا رابطه‌مون خوب بود ولی از وقتی که مثلا بچه‌مون متولد شد، یه دلیلش اینه که من با زن میتونم رابطه داشته باشم ولی با مادر نه. لغت متوجه نیستم که اون مادرم بود، نه هر زنی که مادره. و به همجاست که برخی از آدم ها اصلا یه حساسیتی در مورد اینکه زن بچه داره یا نداره به صورت که بدون اینکه خودشون متوجه باشن دارن. علتی که اینا رو خدمتتون عرض کنم به خاطر اینکه ببینید پیچیدگی مسئله چند اندازه است. یعنی ای بسا من تو کار تراپی که فرصت داشتم برخی از اون دفعه گذاشتم 10 تا چیز مختلف و متفاوت، هر کدام 5% اینجا، 4% اونجا، 20% اونجا، این آدم رو به جایی رسونه که مثلا ظرف 2 سال اصلا تمایلی به رابطه جنسی نداره، رابطه جنسی براش یه مسئله خام بی ارزش و بی اهمیت. علتش یه چیزای مختلفی بود که هر کدام آمده بودن به این مجموعه اضافه شده بودن و اینجاست که مقدار کار عمیق و سنگین گفتگو، مثلا وقتی فردی راحت باشه و یه شناختی از خودش داشته باشه، یعنی نه تنها آگاه باشه، خودآگاهی داشته باشه، خیلی راحت میتونه بهش برسه و متوجه میشه از کجا میاد. معنیش اینه که در بسیاری از موارد همینقدر که بدونیم حسنش این است که خوشبختانه مشکل و مسئله از بین میره، چون در این گونه موارد برخی از اوقات تشخیص بیش از نیمی از درمانه، اما برخی از اوقات نه. و به همین جهت است که من در زمانی که با 15,000 نفر که به من مراجعه کردن به عنوان زن و شوهر، خیلی از اوقات با یه چیزهایی روبرو میشدم که در ظاهر ساده بود اما پشتش
پنج تا عامل هر کدام با یه درصدی نشسته بودن که موجب اون شده بودن، و اینجاست که نشون میده انسان چقدر موجود پیچیده ی حیرت انگیزیه و چگونه این ترکیبای مختلف یا عوامل مختلف زمینه رو برای یه حالاتی در ما به وجود میارن که هر چی هم کوشش کنیم برخی از اوقات از عهده پس زدنش و یا تغییرش بر نمیاییم، برای که ریشه های اون یه جای دیگه است و تا زمانی که از جا کنده نشن همچنان به رشد خودشون میتونن ادامه بدن. بنابراین این که شما در جهت ورس کنین رابطه جنسی این حالات رو دارید، میتونید با یک فرد آگاهی خودتون صحبت کنید، میشه پیدا کرد، یعنی حتی مرد، البته یه مرد تراپیست آگاه با مسائل جنسی به شما حتی میگه این از کجا ممکنه بیاد، حتی از یه فیلمی که دیدید، از یه داستان و قصه و ماجرایی که شنیدید، از یه اتفاق بدی که توی فرض کنید صفحه حوادث بوده که در یه جای اتفاق افتاده و شما یه نتیجه گیری ازش کردید، برای که بعضی از اوقات ما از یه حادثه قانون میسازیم، از یه حادثه حتی به نتیجه گیری و تصمیم میرسیم، به نتیجه گیری و تصمیم. یعنی من هرگز مثلا با یه همچی آدم های رابطه برقرار نمی کنم، یا من فقط با این گونه آدم ها میتونم رابطه برقرار کنم به خاطر یک حادثه، چون انسان در این زمینه همیشه میخواد ذهنش رو معنیدار کنه و به هر اتفاق ناشناخته ای اون رو تو سیستمی بذاره که کاملا شفاف و شناخته شده هست. اینو در زمین های مختلف متفاوت حتی فلسفی هم میدانیم. بنابراین پیشنهاد من خدمتتون اینه که خودتون با یه کسی در 20 جلسه ای صحبت کنید، حداقل یه 20 جلسه ای وقت میخواد که چیزهای اینجا شناخته و شکافته بشه، و گفتم همینقدر که زیر نور آگاهیتون قرار بگیره غالب اوقات محو میشه و اهمیتش کم میشه. و البته من اطلاعاتی دارم به شما و همسرتون و خیلی از چیزها ندارم، چون ما از اونجا شروع نکردیم، یه بحث خیلی خیلی کلی بود، شاید به همین جای اگر اجازه بدید بسنده کنیم، ولی اگر موضوع خاصی بود یه دفعه دیگه تلفن کنید بدون که به این چیزا اشاراتی داشته باشه، به عنوان یه مسئله ای که براتون مطرحه یا تو زندگیتون وجود داره یا به صورت پرسشی درش بیارید بتونید بیشتر و بهتر با هم گفتگو کنیم. ولی به هر حال خوشحال شدم در این فرصت تونستم مطالبی رو با شما در میان بگذارم. واقعا ازتون تشکر میکنم آقای دکتر، بسیار آگاه کننده بود و حتما این کار میخوام در یه فرصت نه حتما بیا درباره موضوع مشخصی که مورد نظرتونه من در خدمتتون هستم. اگر شد خودتون و شاید هم همسر یه دفعه همه اینا رو بشنوید با هم گفتگو کنید، چون همینقدر که گفتگو کنید یه دفعه چراغا یکی بعد از دیگری روشن میشه، یه اتاق تاریکی که هیچیشو نمیدید حالا میدید این قسمت یا اون قسمتش به تدریج روشن شد و بعد خودتون میتونید متوجه موضوع و مسئله بشید. بعدم ولی اگر همچنان پرسشی هست من در خدمتتون هستم، ولی خوشحال